تو برخی حرف‌های عوامانه و قهوه خونه‌ای که اغلب تلویزیون‌های پاسدار نشانی مثل من و تو رو ترویج می‌کنن می‌شنویم که انقلابیون 57 خمینی رو آوردن. یعنی ای مردم ایران که 90%تون مخالف دیکتاتوری شاه بودین، اشتباه کردین. شیر مثلثی و ژنرالای خوشتیپ رو گذاشتین، این آخوندا نصیبتون شدن. چی بودیم چی شدیم؟ اما سوال اینه، آیا در تاریخ سابقه داشته که همه مردم یک کشور اشتباه کنن، غلط بکنن، نه مشکل رفاه داشته باشن، نه آزادی، نه برابری، بعد اشتباهی و از سر بیکاری مبارزه کنن، جون بدن و یه حکومت مردمی و عالی رو سرنگون کنن؟ یعنی چی واقعا؟ حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، سوالی که پاسخ به اون نشون میده اونی که خمینی رو آورد انقلابیون و مردم ایران نبودن. از قضا کمی برمیگردیم به عقب. چرا خمینی ظهور کرد؟ اگه چی میشد خمینی در کار نبود؟ چه اتفاقی باید در تاریخ میافتاد، یا بهتر بگیم چه اتفاقی نباید میافتاد تا خمینی ظهور نکنه؟ تولد بورژوازی ملی و رشد صنایع در ایران کمی پیش از قرن بیستم آغاز شد و روبنای سیاسی اون هم جنبش مشروطه و دموکراسی خواهی در ایران بود. چه کسی باور میکنه که همزمان با جنبش مشروطه، یعنی در اواخر دوران قاجاریه، کتابهای روشنفکران فرانسوی مثل ولتر در ایران ترجمه و تکثیر میشد؟ مورگان شوستر در کتاب اختناق ایران می نویسه زنان ایران از 1907 به بعد از مترقی ترین زنان جهان به شمار می رن. بله، در واقع اون چه که باعث ایجاد اروپای دموکراتیک امروزی شده عصر روشنگری و انقلاب صنعتی بود که در ایران هم با رشد بورژوازی ملی داشت به وقوع می پیوست. بورژوازی ملی نوزادی بود که اگر گورزاد نمیشد هرگز جایی برای آخوندیزم و ارتجاع باقی نمیگذاشت. تصور کنید توی کشور اروپایی و مترقی یهوی خمینی ظهور کنه، بی معنیه. بله، کودک بورژوازی ملی در ایران هم متولد شد، اما یکی از الزامات رشد اون ایجاد یک کشور دموکراتیک بود که توسط روشنفکران ایران بنا میشد. ایرانیانی که بعد از بازگشت از تحصیل در فرانسه و بقیه کشورها برای اولین بار افکار مترقی و اصول دموکراتیک رو به ایران می آوردن و اون رو ترویج می کردن. یکی از اونها دکتر محمد مصدق بود، اولین دکترای حقوق در ایران، فارغ التحصیل علوم سیاسی از فرانسه و حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئیس، کسی که نفت ایران رو ملی کرد و تمامی تلاشش رو برای برقراری دموکراسی در ایران به کار گرفت. مصدق طبعا قصد سرنگونی سلطنت رو نداشت، اما میخواست با محدود کردن اون ایران رو به همون سمتی هدایت کنه که در دهه 40 و 30 اروپا و آمریکا داشت به سمتش حرکت میکرد. کشورهای اروپایی یا جمهوری میشدن یا سلطنت رو محدود و مترسکی میکردن تا با پیشرفت صنایع رشد و ترقی رو آغاز کنن. اما در ایران یک کودتا در 28 مرداد 32 همه چیز رو عوض کرد. 28 مرداد 32 روز گریه تاریخی مردم ایران بود، روزی که اگر اتفاق نمی افتاد امروز من و شما در این نقطه نبودیم. اون روز روز مرگ همون طفل نوپا بود، روز بگور سپرده شدن بورژوازی ملی، روز متوقف شدن اولین گام‌های ایران در راستای پیشرفت، روزی که اگر اتفاق نمی افتاد امروز شاید ایران حتی جلوتر از بسیاری از کشورهای مترقی بود و هرگز پدیده‌ای به نام آخوند در ایران فرصت نشو و نما پیدا نمی کرد.
البته یه سری زبانهای مسموم در کمال بیشرمی وانمود میکنن که اصلا کودتایی در کار نبوده، اما خب اون که خودش کودتا رو انجام داده با انتشار اسناد کودتا میگه بله من کودتا کردم. وزارت خارجه آمریکا در سال 2000 نقش خودش رو در این کودتا تایید کرد و با لحنی نزدیک به عذرخواهی اون رو یک اشتباه در برابر رشد دموکراسی در ایران داد. و اما نتیجه گورزاد شدن این طفل نوپا چی بود؟ در 28 مرداد یک بار دیگه یک دیکتاتوری خشن بر ایران حکم فرما شد. یأس و ناامیدی همه جا رو فرا گرفت، حتی در شعر شاعران این ناامیدی تا سالها نمایان بود. سلامت را نمیخواهند پاسخ کن، سرها در گریبان است. دیکتاتوری که تمامی روشنفکران ایران، تحصیل کرده ها و ترقی خواهان رو سرکوب و منکوب و زندانی کرد. مبارزه مسلحانه در ایران نتیجه همین سرکوب بود و البته نتیجه این سرکوب وحشیانه رشد پدیده شومی بود به نام آخوند. آخوندها تنها شبکه سازمان یافته‌ای که اون زمان در ایران آزادی فعالیت داشتند. اختلاف بعضی از آخوندها با شاه هم نه سر دموکراسی یا عدالت، بلکه بر سر مسائلی مثل زنان و بی‌حجابی و این چیزها بود. همین آخوندهای کله گنده نظام اغلب سپاسگو و مواجب بگیر شاه بودند. مصباح یزدی هر نوع مخالفت با شاه رو حرام میدونست و خود خمینی شرایط رو میسنجید تا ببینه چه چیزی به نفعشه و تا سال 56 حتی یک کلمه علیه شاه حرف نزد. خمینی پیش از 42 حتی رسما با شاه نامه‌نگاری داشت. نامه‌ای که اینطور شروع میشد: حضور مبارک اعلی حضرت همایونی. تازه بعد از اون همه سرکوب. مثلا فرض کنید یه نفر الان بعد از ماجرای آبان 98 نامه بنویسه به خامنه ای اینطور شروع کنه: خدمت مقام عظمای ولایت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی. شما راجع به همچین آدمی چی فکر میکنید؟ بله، تا کمی پیش از انقلاب آخوندها قریب به اتفاق همسو و همراه با شاه بودن و یا اینکه سودجویانه در سکوت بودن تا ببینن باید طرف کی رو بگیرن. بی دلیل نیستش که وقتی خمینی از نجف به فرانسه میرفت، شاه به ژیسکار دیستان رئیس جمهور وقت فرانسه پیغام داد که اگر دولت فرانسه مقدمات پذیرایی و آسایش خمینی رو فراهم نکنه، شاه دولت فرانسه رو هرگز نمیبخشه. در همون زمان تمامی روشنفکران و آزادی خواهان و تحصیل کرده های این مملکت یا اعدام شده بودن یا زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داشتن و تا گوشت و پوست و استخونشون رو روی تخت های شکنجه می سوزوندن. جوان هایی که تحصیل کرده دانشگاه های تهران و شریف بودن، دانشجوها زیر شکنجه و در زندان، حوزوی ها آزاد و رها. نهایتا تو چنین شرایطی بود که سران کشورهای قدرتمند یعنی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس در کنفرانس گوادلوپ تصمیم گرفتن برای مهار اوضاع در ایران در غیبت انقلابیونی که اون زمان تو زندانهای شاه بودن یا کشته شده بودن، خمینی رو با شاه تعویض کنن. آمریکا با یه تلفن شاه رو از ایران برد و حتی جنرال هایزر آمریکایی رو برای حفاظت خمینی به ایران فرستاد تا مبادا جنرال های شاه علیه خمینی کودتا کنند. بله، گورزاد شدن کودکی به نام دموکراسی و بورژوازی ملی در سال 32 و بعد حاکم شدن خفقان سنگین سلطنتی و کشتن تحصیل کرده ها و آزادی خواهان و روشنفکران این مملکت توسط شاه، همون تخم فاسدی بود که از توش خمینی بیرون. اما حالا این ماییم که باید آگاهانه و روشنبین به سمت فردای آزاد حرکت کنیم و آینده این سرزمین رو این بار بسازیم به دست خودمون و نگذاریم بازیچه دست به این موضوع شیم. ها
حاصل ضرب دو نفی، نفی شاه و شیخ، البته رهایی پایدار است. شورشگران پیروز می‌سازند.